و این نقش قشنگ رو به نظر من فکر نکنم شما بتونی با تقلید و تعبد بازی بکنی. اون کسی عالی بازی میکنه که میفهمه نقشش رو و نقشش رو ایفا میکنه. یک هنرپیشه‌ای که معروف میشه به خاطر اینکه اون به ظرایف کاری اون شغل پی برده و میفهمه و اون کار رو انجام میده و موفقه. پس اندیشه مهمه. ما دنیا رو بر اساس اندیشمون بسازیم، اندیشمون میگن ناقص، خب هست. ما امروزه بر اساس امروز، فردا بنده ممکنه یک فکر دیگری به سرم بزنه قشنگتر از فکر امروز، خب میرم سراغ اون فکر، پس فردا یک فکر بهتری اومد میرم دنبال اون. این تکامل چیز منفی نیست که این آخونده هی میکنن تو کله ما که آقا جان انسان ناقصه، دیروز اینجوری میگفت امروز اینجوری میگه. خب این چیز منفی نیست، این تکامل رو نشون میده در واقع. یعنی انسان 1400 سال پیش اونگونه فکر میکرد، انسان امروز اینجوری فکر میکنه، انسان 200 سال بعد هم یک جور دیگه خواهد بود. خب این در واقع تکامل رو نشون میده. ولی بیان بگیم نه آقا، این کسی که کتاب رو آورد برای من اول و وسط و آخر حرفا خودشه، این میفهمه فقط، این گفته و همینم خواهد بود، قابل تغییر نیست. یه جایی بودیم و توی کلاسی بود سالها پیش، یه دو سه تا دوستان افغان هم بودن تو اون کلاس. یه روز اینا دو تا از این دختر خانمای افغانی داشتن با هم صحبت میکردن که این میگفت که من رفتم کلاس انگلیسی ثبت نام کردم و دارم انگلیسی میخونم. اون یکی گفت کجا؟ گفت فلان مدرسه پیش معلمی به نام سلیمان. این گفت که نه بابا اون خوب نیست، اون مدرسه خوب نیست، اون پسره قشنگ درس نمیده و اینا. این که اون مدرسه میره پیش سلیمان گفت که نه سلیمان است، سهل نکردی؟ سهل نکردی یعنی ندیدی؟ گفت سلیمان است، سهل نکردی؟ انگلیسی رو گپ زدن میتونه. خب چون سلیمان بود، تصور این خانم این بود که پس بلده و انگلیسی رو هم گپ زدن میتواند. حالا این حکایت ما شده نه آقا سلیمان است، الله گفته، محمد گفته، نمیدونم موسی گفته و اینا، پس درسته. 1400 سال پیش گفتن آقا فلان کار بکنید، امروز هم عدل باید همون انجام بدیم. خب اگر اون انجام بدیم پس طالبان حق داره دیگه، بدبخت طالبان دروغ نگفته. پس حکومت جمهوری اسلامی ما حق داره، چون الله گفته که آقا بزنید، بکشید، بگیرید، ببندید، فلان کنید، هر که غیر از منه باید از بین بره. خب با این اندیشه اگر بخوام دنیامونو بسازیم، دنیامون معلومه، عاقبتمونم که دیگه از پیش معلومه دیگه چه خواهد بود. حالا به هر حال بریم سراغ تورات عزیز. میریم کتاب خروج رو بخونیم. کتاب خروج دومین کتاب عهد عتیقه در واقع، و من دارم علاقمند میشم به این کتاب. یک داستانهای جالبی داره که آدم واقعا علاقمند میشه. خروج 21 از همین اول 21 میخونم. رفتار با غلامان رو داره توضیح میده. من سری قبلم عرض کردم خدمت شما، این غلامانی که اینجا گفته در این کتاب انگلیسیش هست slave، برده.
و این آقای مترجم که اسمش رو بنده نمیبینم اینجا و اسمی ننوشته، ایشون با دیپلماسی وارد شده و برده رو نوشته غلام، غلام زر خرید که شنیدید دیگه، شاید اینه. سایر احکامی که باید اطاعت کنید اینها هستند، دستور الهیه، خداوند داره به قوم بنی اسرائیل دستور میده. اگر غلامی عبرانی بخری، خب اول خرید و فروش غلام برده، اجازه بدید من بگم برده چون اصل کلام برده است، من نمیتونم عوضش کنم، برده، خب اصل کار برده فروشی اینجا، اگر این کار رو برده فلانجایی رو بخری، بعد دوم بین این برده ها هم چیکار کرده؟ در واقع تفکیک قائل شده، مرزبندی کرده. اگر غلامی عبرانی بخری فقط باید 6 سال تو را خدمت کند، سال هفتم باید آزاد شود بدون اینکه برای کسب آزادی خود قیمتی بپردازد. اگر قبل از اینکه غلام تو شود همسری نداشته باشد و در حین غلامی همسری اختیار کند، در سال هفتم فقط خودش آزاد شود، یعنی زن و بچهش پیش جنابالی باشند، این برده رو ولکن بره، حالا زن و بچه اونجا میخواد بمونه چیکار کنه دیگه من نمیدونم. اما اگر قبل از اینکه غلام تو شود همسری داشته باشد، آنگاه هر دوی آنها در یک زمان آزاد شوند، ولی اگر اربابش برای او زن گرفته باشد و او از وی صاحب پسران و دخترانی شده باشد، آنگاه فقط خودش آزاد شود و زن و فرزندش پیش او بمانند، پیش ارباب بمانند. اگر آن غلام بگوید من ارباب و زن و فرزندانم را دوست دارم و آنها را بر آزادی خود ترجیح می دهم، آن وقت اربابش او را پیش قضات قوم ببرد و در حضور همه گوشش را با درفشی سوراخ کند تا از آن پس همیشه غلام او بماند یا باشد. خیلی خوب، پس گاو و گوسفند و اسب و اینا رو من دیده بودم مردم گوششون رو سوراخ میکنن که این مال منه و اینا. اینجا خداوند دستور فرموده به قوم بنی اسرائیل که غلامتون اگر خاص پیشتون بمونه، اینو یه دونه درفش بردارید گوشش رو سوراخ بکنید که این همیشه غلام شما باشه. ببخشید من یه ذره این چای رو بخورم. چای اینجوری عادت کردم والله، این فلاکس آب جوش رو میارم میذارم اینجا، این چای خشک رو میریزم تو این شیشه گنده، دیگه همیشه چای دارم، چای خورم من. ادامه خروج 21:7، اگر مردی دختر خود را به غلامی به کنیزی بفروشد، که اونجا باز من چک کردم نوشته اسلیو، یعنی اگر مردی دختر خود را به بردگی بفروشد، آن برده مانند غلام در پایان سال ششم آزاد نشود. اگر اربابش که آن کنیز را خریده و نامزد خود کرده است از او راضی نباشد، خریده و نامزد خود کرده است، یعنی شما این برده رو میخری، یعنی هر کاری کردی، اینجا ازدواجی نبود، حاج آقایی نیومد عقد کنه اینا رو، خریدی یعنی تمام، از او راضی نباشد، باید اجازه دهد تا وی باز خرید شود، ولی حق ندارد او را به یک غیر اسرائیلی بفروشد، چون این کار در حق او خیانت شمارده می شود.